به نام خدا. عاشقای طبیعت سلام، زمین شناسا سلام، ایرانگردا سلام، جغرافیدانا، کوهنوردا، سنگ شناسا سلام. ما به قلب رشته کوههای زاگرس اومدیم، لرستان. استان لرستان زاگرس میانی سرشار از جاهای دیدنی برای شما مردم خوب ایران اسلامی که اگر قدم بر دیدگان ما بگذارید و به استان لرستان تشریف بیارید، جاهای بسیار زیبا و دیدنی وجود داره. میتونید به اتفاق خانوادتون به مکانهای دیدنی طبیعی در این استان سفر کنید و واقعا لذت ببرید. استان لرستان یکی از مراکز تاریخی و باستانی کشور می باشد که از چند هزار سال گذشته تا کنون همواره محل سکونت بشر بوده است. سابقه طولانی زندگی در این استان باعث گردیده است تا آثار تاریخی، هنری و اقتصادی از زمانهای مختلف در این منطقه بر جای بماند که هر کدام به نحوی می توانند مسافران را از نقاط مختلف کشور و جهان برای دیدن خود به سوی این استان فرا خواند. استان لرستان به دلیل تنوع آب و هوایی می تواند در فصول مختلف مناظر متفاوت طبیعی را در معرض دید مسافران وارد به استان قرار دهد و با توجه به اینکه یکی از هدف‌های مسافران دیدار از مناطق دیدنی طبیعت است، این استعداد بالقوه استان از لحاظ جذب توریست حائز اهمیت فراوان می‌باشد. این استان با برخورداری از مناظر زیبای طبیعی، آبشارها، تالابها، رودخانه‌ها، بیشه‌زارها و قلل مرتفع و برگیر می‌تواند جایگاه خاصی در صنعت توریسم کشور را به خود اختصاص دهد. شما خانواده محترمی که الان پای تلویزیون نشستید و این برنامه رو می‌بینید، یه نکته رو میخوام خدمتون عرض کنم. ما در سفر هوایی که به استان لرستان داشتیم، از فراز اشتران کوه، کوه زیبای این استان عبور میکردیم، چشممون به یه دریاچه زیبایی افتاد، دریاچه گهر. تو این منطقه معروف به نگین اشتران کوه، واقعا دریاچه دیدنی، دریاچه کوهستانی که بین کوه ها محصور شده و آب بسیار زیبایی داره. دو سه شب ما اینجا موندیم، توقف کردیم. آسمان بسیار زیبایی داره، پر از ستاره های درخشان. توصیه من به شما این هست که اگر میتونید به اتفاق بچه هاتون به لرستان تشریف بیارید، به اشتران کوه بیایید و به دریاچه گهر، تا بچه هاتون با آب صاف و زلال این دریاچه از نزدیک آشنا بشن و شبها ستاره های درخشان آسمان رو نظاره کنند.
در دنیای پرغوغای امروز سیر و سفر جزء جدا ناشدنی زندگی انسان هاست. حرکت پرشتاب تکنولوژی نوین اوقات فراغت بیشتری را در اختیار همگان قرار دارد. دو روز تعطیلی در هفته می رود که به سه روز کشیده شود و پیشبینی های پژوهشگران بر این است که در سال 2010 به بیش از این هم برسد، تا آنجایی که زمان تعطیلی و مرخصی سالیانه به رقم اجاز آور 200 روز در سال خواهد انجام. جستجو کن، جستجو کن، جستجو، گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگو، دل سبو کن، آب عشق را در سبو کن، در سبو کن، در سبو. برادر من، آقا جون، سفر کن، سفر. سالانه بیش از 600 میلیون انسان در چرخه سیر و سفر و گردشگری قرار دارند که بیش از 400 میلیارد دلار را بین کشورهای دنیا به چرخش در می آورند. ایران اسلامی به دلیل دارا بودن تمدنی بزرگ و پیشینی تاریخی چند هزار ساله در ردیف کشورهای برجسته دنیا از لحاظ جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قرار گرفته که می تواند در چرخه گردشگری جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد. کارشناسان عقیده دارند بسیاری از جهانگردان که طی غار پیمایی چندین سال گذشته خود به اکثر نقاط جهان سفر کردند، در آینده به دنبال مقاصد جدید و به ویژه سفرهای هیجان انگیز خواهند بود. یکی از این موارد مسافرت به نقاط کوهستانی برای کوه پیمایی و مسافرت به نقاطی است که تا حدی دور از شهرهاست و مردم در آنجا زندگی متفاوتی با شهرنشینان دارند. صنعت گردشگری یکی از صنایعی هست که امروزه مورد توجه تمام مردم دنیا قرار گرفته. اگر ما یک مقدار درایت به خرج بدیم و استراحتگاه‌های رو در اطراف این تالاب برقرار بکنیم که مردم بتونن بیان اینجا اقامت بکنن و یک شب رو در کنار این زیبایی و این آرامش به سر ببرن، قطعاً نقش بسیار مؤثری در توسعه اقتصادی این منطقه محروم خواهد داشت. شما با دیدن تالاب‌های زیبای پل دختر چیزی جز زیبایی و آرامش و سکوت خاصه طبیعت نمی‌بینید. اگر به تالاب‌های جنوب استان لرستان سفر کنید، هیچ وقت کلا سرتون نمیره. یکی از ابعاد توریسم در جهان امروز که بیشتر از جنبه‌های دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد، بعد اقتصادی آن است که در کنار ابعاد تبلیغاتی و فرهنگیش می‌تواند شاخصی از رشد و توسعه باشد و به همین دلیل امروزه برای توسعه صنعت توریسم بین کشورهای مختلف دنیا رقابت وجود دارد. کشورهای دست‌اندرکار این حقیقت با علمی ترین شیوه های تبلیغاتی و با استفاده از انواع وسایل تبلیغاتی به معرفی جاذبه های توریستی و جذب توریست می پردازند. برخی صاحب نظران توریسم را اساساً یک پدیده اقتصادی می دانند
که تحت تأثیر اقتصاد است و هر حرکت و تغییری در اقتصاد مستقیماً بر روی توریسم تأثیر می‌گذارد. رشد اقتصادی موجب رشد توریسم و افول اقتصاد موجب افول این پدیده می‌گردد. طبق برخی برآوردها هر توریست در مدت 10 روز اقامت خود در ایران می‌تواند معادل 60 تا 70 بشکه نفت برای ایران سوداوری تأمین کند. یکی از اساسی ترین اصول برای پیشرفت و توسعه صنعت گردشگری در کشور ما ایجاد مناطق اسکان و اقامتگاه مخصوص به گردشگران هست. اگر یک نگاهی به آمار تعداد هتل‌ها و اقامتگاه‌های مسکونی جهت گردشگران بیندازیم، یک نکته برامون روشن میشه و اون این که بسیار باید تلاش کنیم و مناطق مستعدی رو بسازیم تا زمین ساز پیشرفت صنعت گردشگری در کشور باشیم. برای اومدن به غار باستانی و مسکونی کوگان بایستی از پیچ و خم‌های بسیاری گذر کرد. جاده سخت و پردست انداز، کوهستانی مرتفع و درهای عمیق. بایستی مسافت بسیاری رو طی بکنی تا به این منطقه و این دره خوش آب و هوا برسی. اما نکته مهمی که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم این هست که چرا غاری به این عظمت و شگفت‌انگیزی مورد بازدید گردشگران قرار نمیگیره. چند تا دلیل خیلی ساده وجود داره که اگر اون دلایل یا اون ضعف‌ها رو برطرف بکنیم با سرمایه گذاری اندکی میتونیم این منطقه و این غار رو به عنوان یک قطب بزرگ اقتصادی در منطقه تبدیل بکنیم. قطب اقتصادی که جوانهای این منطقه رو میتونه به اشتغال برسونه و درآمدزایی براشون داشته باشه. اگر پله‌های سنگی ایجاد بشه، اگر طوری طراحی بشه که یک گردشگر، حتی یک خانم یا یک دختر کوچک به راحتی بتونه این صخره رو بالا بره، اون وقت سیل جمعیت‌های گردشگری است که به این منطقه سرازیر میشه. اخیراً در بحث صنعت گردشگری و توریسم یک باب جدیدتری باز شده به نام اکوتوریسم. در واقع در بحث اکوتوریسم هدف اساسی این هست که گردشگر و سیاح نهایت اطلاعات و آگاهی رو از اون منطقه خاص تفریحی به دست بیاره و تفریح بکنه، گردش بکنه، در این حال هیچ منفی بر محیط زیست و سیستم اکولوژیکی منطقه نگذاریم. حفاظت و بهسازی محیط زیست طبیعی و تأمین برنامه‌های اجرایی جهت ارتقاء زیبایی‌های طبیعت، توسعه فضای سبز و ایجاد محوطه‌های تفریحی و اقامتی در طبیعت چون محوطه‌های پیکنیک و کمپینگ و استراحت توأم با سیستم‌های اطلاعاتی چند منظوره برای ارتقاء دانش استفاده کنندگان برای حمایت محیط زیست از اهداف اصلی طرح توسعه اکوتوریسم خواهد بود. در مدیریت اکوتوریسم حفاظت گونه‌های گیاهی و جانوری
بر اساس مصوبه‌های قانونی حیات وحش و ذخایر جنگلی حمایت شده تلقی می‌کردند. با استفاده از مدل اکولوژیکی، ظرفیت برد تفریحی پارک‌ها و مناطق حفاظت شده کشور بالای 10 میلیارد نفر در روز استفاده خواهد بود. این میزان از بهره‌وری بدون اینکه تأثیر منفی در محیط زیست داشته باشد، امکان پذیر بوده و علاوه بر این مناطق فرهنگی و تاریخی نیز نقش مشابه در صنعت توریست را داشتند. مجموعه این گنجینه‌های فرهنگی و طبیعی می‌تواند نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا کند. آقا جان، برادر من، شمایی که الان داری تصویر منو می‌بینی، خوب گوش کن. شمایی که با هزاران مشکل متعدد روبرو هستی، از یه طرف مسائل شغلی، از یه طرف مسائل خانوادگی، از یه طرف مسائلی که هر روز باشون دست و پنجه نرم می‌کنی، توی که توی شهرهای بزرگ با هزاران مشکل روبرو هستی، خوبه که گاهی فرار کنی از این مشکلات، فرار به یک جای خوب، به دامان زیبای طبیعت. دانشمندان و کارشناسان علم صنعت گردشگری به این نتیجه رسیدن که انسان باید گاهی بره و همه چیز رو پشت سر بگذاره. چقدر خوبه شما هم مثل من برید و همه چیز رو پشت سر بگذارید.